تکه هایی از یک کل منسجم نویسنده پونه مقیمی گوینده زهرا گرشاسبی فرار از استراب فرار از استراب شبیه فرار از گلهی گوری است. گورکایی که گرسنه هستند و منتظر تومن. هر چقدر بیشتر بدوید آنها سریعتر به دنبال شما میگند. منتظر میشوند تا خسته شوید و بعد از سرتان ستان تغذیه میکنند. فرار از استراب چیزی را حل نمی کند. باید جایی با گرگ ها روبرو شد. باید دل به ترس ها بود گاهی استراب ها ما را از درونمان دور می کنند. از چه می ترسید؟ چرا مسترب شده اید؟ چه فکری گرگ های شما را تحریک می کنند؟ زیر تمام استراب ها احساسی پنهان شده است که به جای پیدا کردن آن از دستش فرار می کنی. تا با گرگ ها مواجه شوید ترس در اوج خود قطع می شود و گرگ ها محو می شوند شبیه یک بازی کامپیوتری روبرو که شوید تصویر آنها به توهمی پود شده تبدیل می شود و زمانی که گرگ ها محو شوند احساسی که پنهان شده بود دیده می شود آن لحظه متوجه می شوید اگر ترس ها را تجربه کنید احتمالا گرگ های ذهنی کمتر و کمتر می شوند و با محو شدن هر گرگ قوی تر وارد فرایند روبرو شدن با گرک بعدی می شوید. از گرک نترسید. آنها پیام های ذهن شما هستند. به سمتشان بروید و ترس را در آغوش بکشید. قبل از تجربه هر درد و احساس ما مضطرب می شویم و برای اینکه بتوانیم احساس را حس کنیم باید بتوانیم از استراب عبور کنیم و برای عبور از استراب احتیاج داریم به بدنمان توجه کنیم و اجازه دهیم استراب در آن دیده شود. در استراب ساعت یک و دو بدن می تواند استراب را ببیند و تحمل کند و بعد از توجه آن استراب کنار می رود. اما در استراب ساعت سه بدن تحمل حجم استراب را ندارد و بهتر از کمی از موضوعی که فرد را مسترب می کند دور شویم و دوباره در فرصتی دیگر که بدن آماده تر است نزدیک شویم. نکته البته به یاد داشته باشید که ارزیابی استرا و بالا رفتن ظرفیت ایگو به کمک درمانگر در طی جلسات درمانی با متمرکز شدن بر روی موضوعی که فرد را آشفته می کند صورت می گیرد. فرار از درد با رویا پردازی میگوید نمیتوانم کنترلش کنم فکرها پشت سر هم میآیند مثلا وسط کاری هستم بعد میبینم دو ساعت هست که غرق در رویا شدم وسط رویا به خودم میم میبینم من هنوز همان آدمم. هم. قرار است رابطه هم تمام شود اما من در ذهنم با کسی که دوستش داشتم ازدواج کردم و دوتا بچه هم دارم. نمیتوانم جلوی رویاهایم را رو بگیرم. میگویم وقتی تو در رویا هستی دردهایت کم میشوند درد این که احتمالا قرار است تنها شوی و رابطه به ازدواج نرسد یا درد در رویا محو میشود. فقط زمانی دوباره درد را حس میکنی که وسط رویا از خواب شیرین بیدار شوی میگوید آره چه کار کنم خب میگویم یا می توانی به روی پردازی هایت ادامه دهی و درد را فراموش کنی و یا واقعیت را ببینی و با زندگی و شکیفتی هایش همراه شوی. میگوید دست من نیست این رویا ها میآیند دیگه من نمی توانم آنها را کنترل کنم. میگویم معلومه که دست خودت هست. از ذهن تو میآیند. اما اینقدر آنها را تکرار کردی که حواست نیست داری این کار را می کنی. ناگهان به خودت میایی و می غرق در رویا هستی. خودت این رویا را خلق می و هر روز تکرارش می تا واقعیت را نبینی. احتمالا فکر میکنی دردی که از رویا پردازی های مکرر میکشی از دردی که قرار است از قبول واقعیت بکشی کمتر است. حالا تصمیم بگیر یا درد رویاهایی که فقط در ذهن تو جان دارند و در خارج از ذهن تو فقط توهم هستن و یا درد واقعیتی را ببین که مدت ها میخواستی از آن فرار کنی ولی هر روز چشمهایت را رو به باز میکنی. میگوید واقعیت اینه که قرار دوباره تنها شوم. میگویم تنها شدن دردناکه. اما شاید دردناکتر از این تنهایی رویاهایی است که در ذهن تو پروبال گرفتند اما در واقعیت شکست خوردند باید هر از گاهی رویه ها را بازنگری کنیم. آیا رویه هایتان شما را از رو در رو شدن با واقعیت دور می کنند؟ آیا رویه هایتان دوباره شما را به شکست غمگینی نزدیک کردند؟ رویه ها واقعیت را تحریف می کنند. به رویه هایتان اجازه ندهید شما را از دیدن درد واقعیت زندگیتان دور کنند. اگر در واقعیت با درد روبرو شوید، یک بار برای همیشه درد را تجربه می کنید. و بعد با جریان زندگی همراه می شوید. زیبایی ها و سختی ها را می بیند و تمام شگفتی های زندگی را در آغوش می کشید. درد دیگر مثل خوره تکرار نمی شود و شما آن را به عنوان جزی از واقعیت قبول خواهید کرد. اما در رویه هایتان شما زجر کش می شوید. چون درد را نمی بینید که بتوانید آن را تجربه کنید و آن را از بدنتان بیرون بیاندازید. و حتی نمیدانید دردتان کجاست که دارید با آن رویا میسازید. در واقع در دو جهت در نوسان هستید. رویایی که قرار نیست به واقعیت تبدیل شود و این خود دردناک است و واقعیتی که گهگاه آزاردهنده است اما نمیدانید دردش از چیست. به رویاهایمان عمیق نگاه کنیم. وقت یک بازبینی دوباره است. ما در واقعیت یک بار سوگواری می کنیم و ناکامی را تجربه می کنیم اما در رویا مدام ناکام و اسیر درد می شویم. نامه ای به تو امروز خستگی را حس می کنم. چه خستگی مبارکی. هر آنچه مرا به تو نزدیک تر کند و مرا متوجه تلاش بیش از حدم برای کسی به غیر بکند مبارک است. هر از دست دادنی، هر تمام شدنی، هر تصمیم نامناسبی، هر ناخوشایند یا خوشایندی که توجه مرا دوباره به تو جلب کند مبارک است. امروز که نشستم و به مسیر زندگی و تلاش هایم برای آدم ها نگاه کردم، فهمیدم چند سال است که خسته شدم. که تو را خسته کردم، امروز فهمیدم چقدر به استراحت احتیاج دارم. به یک خلوت طولانی برای با تو بودن. تمام آن روزهایی که برای آرامش تلاش کردم از تو دورتر شدم. تمام آن روزهای پر که منتظر محبت و عشق بودم، منتظر دیده شدن از طرف شخصی، مردی، زنی، دوستی، خواهری، برادری، پدری و یا حتی مادری. تمام آن روزها در انتظار بودم. چقدر در انتظار بودن دردآور است. فقط آنهایی که مدتهای زیادی در انتظار بودند این درد را میفهمند. حالا بیشتر از هر روز دوست داشتن را حس می کنم. امروز که خسته شدم اعتراف می کنم که بیشتر احساس می کنم دوست داشتنی هستم. امروز که خسته شدم تو را پیدا کردم و این مرا غرق لذتی می کند که با هیچ آدمی تجربهش نکردم. زمان زیادی گذشت تا متوجه شدم هرچه بیشتر تلاش می کنم آرامش را با دیگران پیدا کنم بیشتر تو را گم می کنم. بیشتر تو را خسته می کنم. چقدر نسبت به خستگی تو بی توجه بودم. متوجه شدم هرچه بیشتر تلاش کنم برای آدم ها و وارد شدم به دنیایشان در نهایت تو را زخمی تر خواهم کرد. زمانی متوجه شدم تو چقدر با ارزش هستی که در تلاش هایم برای آدم ها بی شدم. و تو چقدر با تمام زخم هایی که به تو زدم صبورانه منتظرم ماندی. انتظار تو بهترین انتظار دنیا است اما من میدانم چقدر انتظار سخت است. ممنونم که هیچگاه از برگشت من ناامید نشدی. روزی که از تلاش هایمان برای به دست آوردن دیگران خسته شویم روز مهمی است. حواسمان با آن روز باشد روزی که خسته میشویم را جشن بگیریم چون آن روز به کسی نزدیک میشویم که احتمالا سالها پیش گمش کرده بودیم به خودمان به بخشی از خودمان که در درونمان همیشه منتظر برگشتمان بوده است منتظر روزی که دوباره آن را پیدا کنیم و از او محافظت کنیم فصل چهارم تفکراتی که صمیمیت را در رابطه کم می کنن. وقتی برای بازگشت به رابطه عجله می کنیم. باید برای حرف زدن و نزدیک شدن به کسی که قربترها ما را عمیقا آزرده کرده است محتاط باشیم. تلاش اشتباه شبیه تنبیهی دوباره است. با این تفاوت که قرب شخص دیگری این تنبیه را انجام میداده و حالا خودمان خودمان را تنبیه می کنیم. برای دوباره شروع کردن رابطه باید حواسمان به این باشد که آیا طرف مقابل آنقدر رشد داشته است که ظرفیت پذیرش اشتباهاتش و سهم خودش را در تمام شدن رابطه ببیند؟ آیا به اندازه کافی احساس امنیت می کنیم که حتی بخواهیم دوباره وارد مکارمه با او شویم؟ آیا فقط برای تمام کردن احساس گناهش می خواهد به ما نزدیک شود یا با فروتنی میخواهد برای رابطه تلاش کند؟ اگر برای رفع احساس بدش باشد دوباره در همان سیکل های ناسازگاری میفتیم که رابطه را به چالش میکشید. به هر حال هر چه که بوده و هر ناسازگاری که بوده رابطه یک بار تمام شده است. هر تمام شدنی نوعی از دست دادن به همراه دارد و هر از دست دادنی غمگین کننده است. از اندوی بگذریم در بسیاری از مواقع خشمگین هم هستیم. و گایی همین خالی کردن خشم هم میتواند وسوسه ای برای شروع دوباره رابطه باشد اما به یاد داشته باشید تخلیه خشم به هر شیوه ای انتقام تلافی هر شیوه ای که آسیبی آشکار یا نهان در آن باشد فقط برای لحظاتی ما را تسکین می دهد. و اگر خشم به درستی و به شکلی سالم در درون ما تجربه حس و تحمل نشود هر تلاش ما در دراز متب... بیهوده خواهد بود و ما هنوز آرام نیستیم تلاش برای شروع دوباره باید با آگاهی باشد. گاهی آدم ها به هزار دلیل میخواهند دوباره با ما وارد رابطه شوند. حواسمان باشد آدم ها مثل ما آدم هستند. سخت تغییر می کنند و گاهی فقط شکل آزارشان تغییر می کنند. اما در نهایت اگر ناسازگاری عمیقی در رابطه باشد احتمال اینکه تکرار شود زیاد است. اگر آزار دیده اید و احساس امنیت نمی کنید به سرعت وارد رابطه نشوید. صبر کنید و با خودتان این جمله را تکرار کنید. ما یک بار ناخواسته اشتباه می کنیم و بار دیگر تصمیم می گیریم و با آگاهی اشتباه را تکرار می کنیم. بودن در رابطه های متفاوت تنهایی درونی ما را کم نمی کند. التیام بخش تنهایی درونی ما صمیمیت است. سمیمیت یعنی درک کردن و حس کردن یک فرد با تمام وجود بدون هیچ قضاوت و مقایسه ای. یعنی حضور داشتن در سکوت. این یعنی رشته باریک و نازک از صمیمیت که در لحظه ای کوتاه ایجاد می شود. آنچه رابطه را سالم نگه می دارد، تکرار همین سمیمیت های کوتاه مملو از حضور و مشاهده است. در واقع همین سمیمیت های کوتاه و ساده رابطه را عمیق و معنادار می کند. و می مرهمی بر تنهایی درونی ما باشد. تکرار نخای نازک صمیمیت به مهارت و صبوری احتیاج دارد. در ابتدای هر رابطه نوعی شوق کشف کردن وجود دارد. کشف کردن جهان طرف مقابل و گفته بود در مورد جهان خودمان. و شعف کشف در ابتدای رابطه نخهای صمیمیت را ایجاد می کند. اما وقتی فرایند کشف و آدم روبرویمان تمام می شود و متوجه می شویم او هم مانند ما و دیگران انسانی آسیب پذیر حساس و معمولی است داستان تغییر می کند. وقتی ما نمیدانیم که در هر رابطه افت شعف وجود دارد، آنگاه تنها راه ایجاد صمیمیت مبتلا شدن به آغاز رابطه است. یعنی فقط اگر بتوانیم یک رابطه را آغاز کنیم در ابتدای آن صمیمی میشویم صبور همدل و مشتاقیم و بعد خاموش میشویم و دیگر حوصله رابطه را نداریم و بعد وسوسه در مورد شروع رابطه دیگر شروع می شود و این یعنی مبتلا شدن به آغاز رابطه شروع رابطه های متفاوت تنهایی ما را کم نخواهد کرد چون صمیمیت های اول رابطه روزی تمام می شود. صمیمیت که اول رابطه با فروکش کردن هورمون شف کم رنگ می شود. ما برای کم کردن تلخی تنهایی درونی به صمیمیت های عمیق دیگری احتیاج داریم. صمیمیت هایی که قرار است خودمان تولید کنیم و از منبعی به نام آگاهی تغذیه می کند، نه هورمونی شفسا. قطعا نخای نازک صمیمیت را خودمان با آگاهی آنقدر باید تولید کنیم که رابطه هر روز عمیق‌تر از روز قبل شود. برای تکرار نخهای صمیمیت هر چند روز یک بار عمیق و طولانی به چشمهای یار یا رفیقتان نگاه کنید. وجودش را حس کنید. به او فرصت دهید با تمام نگرانی ها، نخص ها و ناکامل بودنش حرف بزند و از شما و قضاوتتان نترسد. یادتان باشد برای رابطه های طولانی ما به نخهای بیشتری احتیاج داریم و خودمان مسئول تولید نخ هستیم. نه هورمون‌ها ها و فیلم ها و عشق ها. ما موجوداتی خارق العاده هستیم که عشق ما را صمیمی می کند و بعد از آن خودمان می تولید صمیمیت کنیم. هر در کنار هم بودنی صمیمیت نیست. نمی شود با سالهایی که آدم ها کنار هم بودند صمیمیت آنها را تشخیص داد. آدم های زیادی سالها در کنار هم ماندند اما صمیمی نبودند. برای بیشتر کردن سالهای با هم بودنتان تلاش نکنید. برای بیشتر صمیمی شدن تلاش کنید. چون صمیمیت به شما نیرویی می دهد که شبیه به یک کاشف و جستجوگر به خود و رابطه ایتا نگاه کنید. صمیمیت به شما قدرت می دهد تا از دردها و سختی ها گذر کنید. و یادتان باشد سه رفتار در ما می تواند یار ما را به سمت یک رابطه موازی سوق دهد و صمیمیت را از بین ببرد. یک اگر بیش از اندازه محبت کنیم و با نگرانی زیاد مدام حضور داشته باشیم و بخواهیم حواسمان به همه زندگی، افکار و تصمیم‌های او باشد. دو. اگر مدام با تأخیر و سرزنش با او برخورد کنیم و از درون او را شخصی نالایق بدانیم و به او احساس احمق بودن و کمتر بودن بدهیم. سه. اگر سرد باشیم و شبیه به جنازه به رفتارهای یار خود واکنش نشان دهیم. یعنی شبیه به یک ملکی برفی سرد مرموز غیر قابل فتح به نظر برسیم. این سه رفتار رفتارهایی هستند که قدرت تخریب بسیار زیادی دارند. یعنی مهم نیست چقدر صمیمیت تولید کرده اید. مهم این است که بدانید با یکی از این رفتارها سمیمیت های قدیمی را در طول رابطه از بین میبرید. این سه رفتار قلب و هویت یار شما را نشانه میگیرند و زخم هایی که ایجاد میکنند روزی کار رابطه را تمام میکنند. با محبت زیاد شعور طرف مقابل من زیر سوال میبریم. یعنی ببین من چقدر نگران تو هستم و محبت میکنم و دوستت دارم. حالا چون نگرانم برایم توضیح بده و همیشه جلوی چشمم باش تا مطمئن باشم حالت خوب است. آیا این ترجمه رفتارهای یک آدم بسیار مهربان کنترلگر نیست؟ هر محبت زیادی روزی یار ما را خسته میکنند. با سرزنش و سرد بودن هم به نوعی شعور یار خود را زیر سوال میبریم. سرزنش و تغییر یار ما را میترساند و به او احساس کمتر بودن میدهد و سرد بودن به او این احساس را میدهد که تو در دنیای من جایی نداری و لایق فهمیدن و حس کردن احساسهای من نیستی این سه رفتار قلب یار ما را از ما دور میکند آیا مهم است چند سال در کنار جسم طرف زندگی کرده این وقتی قلبش به اندازه کهکشان ها از ما دور است؟ هر فرد بخشی از خودش را پنهان می کنن. ما آدم ها در صداقت مطلق نمی توانیم دوام بیاوریم. بخشی از دنیا همیشه شبیه به رازی برای ما پنهان است و دانشمندان همیشه در حال جستجو و کشف بخش های پنهان جهان هستند. دانشمندان جستجوگر هستند. پنهان بودن بخشی از زندگی است. اما یادمان باشد ما در رابطه های با آدم ها اصلا نباید دانشمند باشیم. قرار است در هر شرایطی و در هر رابطه خودمان را کشف کنیم نه دیگران را هر چقدر بیشتر در رابطه های دانشمند باشیم بیشتر از قلب آدم ها دور می شویم. و جستجو و, و فشار آوردن به هر نحوی آدم رو به را مسترب می کند و سمیمیت را کم می کند. درست است که ما گاهی متوجه می شویم یار ما یا دوست ما چیزی را پنهان می کند. اما این دانستان اصلا به این معنا نیست که باید به روی او بیاوریم. و او را تحت فشار قرار دهیم که متوجه این رفتارش شود. رابطه ها محل جستجو آموزش و تذکر نیست. رابطه ها محل پذیرش و به وجود آوردن امنیت است. ما وارد رابطه ها می شویم که از فشارهای زندگیمان کم شود و دردهای ما را راحت تر تحمل کنیم. نه اینکه تحت فشار قرار بگیریم یا تحت بازپرسی و جستجوی روان و تحلیل های عمیق قرار بگیریم. به آدم ها اجازه ندهیم ما را تحلیل کنند و خودمان هم هیچ کس را مورد جستجو قرار ندهیم. آدمها ها قرار نیست در هایشان دانشمند، فیلسوف و تحلیلگر باشند. آنچه ما باید به خودمان یادآوری کنیم این است که آدمها برای امنیت و دوست داشتنی بودن و درک شدن وارد رابطه با ما می شوند. حقیقت آن است که بیشتر آنچه که در مورد آدمها می خواهیم تحلیل کنیم به احتمال زیاد مربوط به بخش های پنهان، احساس ها، استراب ها و امیال خودمان است. پس ممکن است آنچه که حس می کنیم و یا می دانیم، هیچ ربطی به آدم مقابل نداشته باشد. قرار است بدانیم در رابطه های سمیمانه برابری قدرت است، نه داناتر بودن و تحلیلگر بودن. رابطه های را قلب ها جلو می برند. نه افکار و ذهن. ما هم بخشایی از خودمان را در مقابل دیگران پنهان می کنیم و دیگران همین حق را دارند. وقتی رابطه صمیمانه و عمیق جلو برود، صمیمیت کار خودش را انجام می دهد. آنچه که لازم است بیان می شود و آنچه که لازم نیست ممکن است پنهان بماند. آدمها را تحت فشار و بازپرسی و تحلیل قرار ندهید که با شما صادق باشند. در عمیق شدن صمیمیت تلاش کنید. صداقت خود به خود شفافیت ایجاد می کند. مبتلا بودن به تردید رنج عمیقی است. تردید در ماندن یا رفتن، تمام کردن یا ادامه دادن، تردید در دل دادن یا دل کندن. همه ی ما دورایی های سختی را در زندگی تجربه کردیم و گاهی برای اینکه تصمیم نگیریم صبر کردیم تا زمان گذر کند و فکر کردیم اگر زمان بگذرد می توانیم تصمیم بگیریم. در ابتدای تصمیم گیری ها و دیدن دورایی ها شاید گذر زمان کمکمان کند. اما زیادی منتظر گذر زمان بودن می تواند ما را مبتلا کند. مبتلا به تردید. و این تردید آرام آرام بخشی از ما می شود. همراه تمام لحظه ها می شود و در کوچکترین تصمیم هم وارد می شود. تردید ممکن است مدتی رابطه های ما را کش بدهد. اما اجازه نمی دهد یک رابطه سمیمانه را تجربه کنیم. با تردید در رابطه بودن اجازه نمی دهد طرف مقابل به قلب شما وارد شود و شما هم وارد قلب او نخواهید شد و این تردید و عدم تصمیم گیری شاید کمک کند به ظاهر در کنار شخصی باشیم و رابطه ای داشته باشیم اما قطعا اجازه نمی دهد مهری عمیق و صمیمیتی آرام را تجربه کنیم. معمولا آدم هایی که با تردید در رابطهشان ماندن نمی توانند دل بدهند و مدام با خشم و یا افسردگی با فرد مقابل برخورد می کنند و یا در دام عشق بازی و یا قهر گیر می کنن. لذت عمیق حس کردن زندگی را با نشستن بر سر دوراهی از خودمان نگیریم. زندگی هر چه که باشد خاموش خواهد شد اگر آن را حس نکنیم و تردید تمام حس های ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. رابطه هایی را که سالها از آسیب آنها دیده می شود و شما می دانید و حتی با درمانگرتان و با نظر دیگران هم به این نتیجه رسیدید که این رابطه آسیب است با تردید طولانی تر نکنید. تردید شما را در برزخی بی انتها قرار می دهد. نه کاملا دل می دهید و نه دل می کنید. شما هستید و آدمی که قلبتان در کنارش آرام نمی گیرد.